درس ما ریاضی مثلا ده امسال در خدمتون هستیم، ریاضی و هندسه البته. قبل از اینکه درس شروع کنیم دو نکته براتون می‌خواستم بگم که نکته اول اینه که وقتی کتاب شما سکرین هر کتاب ها سیار زیاده نسبت به سال قبل و این رو میرسانه که شما نیاز به تلاش و وقت بیشتری دارید و اینکه بسیاری از وقتها همه تمرین ها یا خیلی از مسائل سرسیم نمیتونه هر شما بخاطر که وقت کم و حجم کتاب زیاده از خاطر شما باید خودتون با دخل کامل حل کنید و درستان خوب گوش کنید تا مشکلتون بدتر شد. و قسمت دومی که خیلی از مفاهیم و مسائلی که امسال در ریاضی‌های سفر ده میخوانید از صفحه بالا یا سر دوازده یا تکرار نمیشن و صفحه ده اولین سوالی که سوالهای کنکور مستقیم از کتاب ها میره بنابراین خوب باید بخوانید و خوب تکرار کنید، مخصوصا که امسال مخصوصا در هندسه فرمول خیلی زیاد هستن، مسائل و چیزهای خیلی زیاد هستن شما باید یاد بگیرید و نیاز به تلاش بیشتر کنید. خب اولین درس ما افاده الجبری که شما افاده الجبری را در صفحه 9 قدش آشنا شدیم و در اونجا تعریف الجبر یاد گرفتیم. گفتیم الجبر در واقع ترکیبی از حروف اعداد و عملیات ریاضی است که اون رو برای الجبر می‌شناسیم. خب برای اینکه آمادگی برای درس امسال داشته باشیم بعضی از تعریف هایی که مربوط به افاده الجبری و الجبر میشه یا با هم کار میکنیم تا وارد درس های اصلی شد. اولین تعریف که میخوایم یاد بگیریم مقام چی هست متحرک. خب ما گفتیم که الجبر ترکیب حروف اعداد و عملیات ریاضی اونا ما حروف اما در الجبر به نام متحول میشناسیم. پس متحول سمبل یا نشانی است که بجای یک عدد و قیمت قرار میگیرد. بجای یک عدد و یک قیمت قرار میگیرد. بجای یک متغیر قرار میگیرد. متغیر یعنی عددی که در تغییر میکنه در شرایط مختلف تغییر میکنه. بجای یک متغیر. دیگر میتونه بجای چی باشه؟ بجای عناصر یک ست غیر خالی، ست که خالی نباشه و جای عناصر چه وقتی عناصر شما داریم بیانند تنیم بگیسیم و جای از اون عناصر از حروف برم به شما استفاده میگیم که اونو میگیم یک متحرفه. مثال سعی کنیم مثال یک ست باشه به نام B و تحریف شنعبی باشه X بطور که X کوچکتر یا مساوی در و x و x کوچکتر یا مساوی تر این میشه یک ست که اعضایش رو با x نشان بده و اون x در واقع یک متغیر یعنی اعضای مختلف میتونید در داخلش قرار بدید. x کوچکتر یا مساوی تر x میتونه 10 باشه 9 باشه 8 باشه و اعداد دیگه. این میشه یک متحول یعنی هم تغییر میکنه و هم بجای حروف، بجای اعداد و قیمت مختلف تعریف دیگه که میخواییم از صنف پاید از صنف نو تکرار کردیم و برای درس ما چی باشه مفید باشه ثابت هم ثابت خب امیر هم که شما از مفهومش مفهومده اینه قید قابل تغییر تغییر رو نمیکنم. ثابت ها در واقع یک ثابت ها در واقع چی هستن؟ اعداد هستن مثلا در واقع 5، 4 یا مقدارشون ثابت دیگه تغییر نمیکنم. و غیر از این در ثابت ها ما در معادلات وقتی یا در مسائل مختلف ریاضی وقتی میگیم ثابت یعنی اون در همون لحظه در اون شرایط در اون فرمول ثابت ها. اما در فرمول دیگر در شرایط دیگر و در معادله دیگر تغییر میکنن. خب ثابت اعداد ثابت هستند. اعداد ما در واقع همون ثابت هست. بعضی وقت‌ها ثابت‌ها را می‌توان با حروف نشان داد. مثلا 12 یک ثابته، 5 یک ثابته، 6 یک ثابته. AX جمع C سی یک ثابته یعنی یک ثابت عددی که میتونه یک عدد مشخص مخصوص از این معادله باشه. این از متحول و ثابت ها
خب اگر متعلق و ثابت یاد بگیریم، میخواییم افاده های عجبی بگیریم و تعریفش. خب افاده عجبی از حد تشکیل شده دیگه، هر افاده عجبی از چند حد تشکیل شده، هر چیزی که شما با سیدونو یاد گرفته این را هم بود که کاملا سریع. حد میتونه یک حرف باشد، یک عدد باشد، و یا ترکیبی از حرف، عدد و عملیه های ریاضی باشد. عملیه های ریاضی ترکیب از حرف، عدد و عملیه های ریاضی بجز جمع و تفریق، یعنی در داخل هر جمع و تفریق وجود ندارد. اگر جمع و تفریق وجود داشته باشه تبدیل به یک افاده بشه. پس حرف میتونه یک حرف باشه، یک عدد باشه، یا ترکیب از حرف، عدد و عملیه ریاضی باشه که مثال مختلفی رو براتون میذارم. مثلا 5 میشه یک حد، a میشه یک حد، x مربع میشه یک حد، 6 مربع میشه یک حد. a یک حرف، یک عدد، 6 مربع حرف، عدد و عملیه ریاضی ضرب تمام. 4x مربع برابر 6. حرف، عدد، عملیه ریاضی ضرب تقسیم بر تمام. یا میشه یک حد. این حدها افاده های عجبی رو تشکیل میده و افاده های عجبی خودش میدنه فقط یک حد باشن، مثلا 3 باشن، میتونه 5 باشن، یا ترکیبی از چند حد باشه که ترکیب توسط عملیه جمع یا تفریق صورت میگیره. پس در ادامه درس میشه بگیم که خود افاده های عجبی چیه. افاده عجبی گفتیم که از چند حد تشکیل شده، میتونم از یک حد یا چند حد تشکیل شده. افاده عجبی از یک یا چند حد که توسط جمع و تفریق با هم مرتبط هستند تشکیل میشن. پس یک افاده عجبی از یک حرف، یک حد، یعنی یک حرف میتونه باشه یک عدد، یا چند حد که توسط جمع و تفریق با هم مرتبط هستن، این یک افاده عجبی به تشکیل. مثال 3 میشه یک افاده عجبی یک حد، یک حد. 2x منفی 6 یک افاده عجبی داره دو حد، یک حد، دو حد، یعنی هم علامت تفریق این دو دارن به همدیگه ارتباط دارن. 6x مربع منفی 3x جمع یک افاده عجبی که داره 3 حد، یک حد، دو حد، 3 حد و توسط جمع و تفریق به همدیگه ارتباط پیدا کردن. این میشه تعریف افاده عجبی که شما با ازیاد از سفرنا آشنا شدید. اما ما میخواییم که امروز انواع یا اقسام افاده عجبی رو یاد. پس عنوان بعدی در مهم چی هست؟ انواع یا اقسام افاده عجبی هستن؟ خب قبل از اینکه اینو شروع کنیم میخواییم بگیم که در داخل یک حد یا یک افاده عجبی چه چیزهایی وجود دارن و ما را چه کنم نشان. 3x مربع یک حد عجبی که در واقع یک افاده عجبی یک حد هم بتن باشه، اینی میشه توان یا طاقت که در افاده ها این قرار درجه می شود. توان، طاقت یا درجه ای از افاده عجبی، یعنی x که حرف باشه این گفتی متحول و یعنی 3 که این هرمون ضریب می شود، ضریب متحول. ضریب یعنی اون چیزی که در اون ضرب شده تعداد از اون بشه بوده. 3x مربع، 3 هرمون ضریب، x برمان متحول، 2 برمان متحول، درجه یا توان متحول هاش را خواهدش. خب غیر از این شما در صرف نوع با نام های افاده عجبی آشنا شده. گفتیم اگر داره یک حد باشه به نام مولوم میشناختیم، اگر داره دو حد باشه به نام بینوم، داره سر باشه به نام تریگون، و اگر بیشتر از چند حد باشه به نام پولینوم. خب امروز میخواییم که اقسام افاده عجبی، اقسام و انواع
افاده های عجب داره بشناسیم. پس عنوان بعدی درس میشه انواع افاده های عجب. افاده های عجب داره ما شناخته میگم میخواییم که انواعش را بشناسیم. پس انواع افاده های عجب، افاده های عجب. خب اولین نوع افاده عجبی میشه افاده های افاده عجبی پولینومی. خب با پولینوم شما در صفر رو به طور مختصر آشنا شدید. پولینوم گفتیم که افاده عجبی هست که تعاملهای متحولش رو در اعداد مکمل باشه، یعنی اعداد منفی، اعداد جزئی و اعداد عشاری نباشن. غیر از اون چند شرط دیگه هم میتونه باشه باشه، یکی که متعامل ما تحت جذب باشه. خب وقتی تحت جذب باشه در واقع توان از اون میشه عشاری، که یعنی توان عشاری نباشه باشه و متحول در مخرج نباشه. وقتی در مخرج نباشه یعنی در واقع توان منفی نداره. پس برای تعریف افاده عجبی پولینومی میتونیم نوشته کنیم که افاده الجبری یک یا چند حده، میتونی یک حده باشه یا چند حده باشه، یک یا چند حده که توان متحول ها اعداد مکمل باشد، اعداد صحیح باشد. پس افاده الجبری یک یا چند حده که توان متحول ها اعداد مکمل باشد، یعنی منفی نباشن، جزئی نباشن، عشاری نباشن و از این. یعنی این رو میتونیم به صورت مفصل‌تر به عنوان چند شرط برگیم. پس نشان میکنیم شرط افاده پولینومی. برای اینکه یک افاده ما، افاده عجبی ما پولینوم باشه، باید چه شرط باشه؟ چه شرط هایی داشته باشه؟ خب شماره اولی هستم که توان متحول مکمل باشه، اعداد مکمل باشه، این شرط اول که در اونجا برای تو تشکیل رو باز بعد هم مثال ها کار میکنیم. شماره دومی هست که متحول در مخرج نباشه، متحول در مخرج نباشه. بخاطر که وقتی در مخرج باشه متحول داره توان چی بشه؟ منفی بشه. و شماره ای که متحول تحت علامت جذر نباشه، جذر نباشه. وقتی تحت علامت جذر نباشه در واقع توانش یک توان چی بشه؟ عشاری بشه. پس توان متحول اعداد مکمل باشن، مثلا x با توان منفی هم نمیتونه پولینوم باشن، متحول در مخرج نباشه، سه برای جذب مانند ایکس نمیتونه باشن و تحت علامت جذب نباشن. پس یا میشه افاده پولینومی نمیشه، پس یا افاده خیلی پولینومی میشه. پس یک بار دیگر اولین نوع افاده عجبی، افاده عجبی پولینومی. افاده عجبی پولینومی افاده هست که یک یا چند حد داشته باشه، اما مهمترین شرط اینه که توان متحول ها اعداد مکمل باشه. پس سه شرط برای پولینوم رو در نظر میگیریم: توانش اعداد مکمل باشه، متحول در مخرج نباشه و متحول تحت علامت جذر نباشه. پس هیچ کدوم از اینا نمیتونه یک پولینوم باشه. خب میخوایم که شکل عمومی پولینوم رو نوشته کنیم و چند مثال کار کنیم تا پولینوم‌ها را کاملا یاد بگیریم. پس نشان می‌دهیم در ادامه درس که پولینوم را می‌توان به شکل معیاری زیر نوشت. می‌دونید پولینوم رو به شکل معیاری نوشته کنیم که این شکل رو بگیم شکل معیاری پولینوم. و پولینوم با حرف پی نشون میدیم از اما اول کلمه پولینوم. ان x به توان n، جمع n منفی 1 x به توان n منفی 1، جمع n به توان منفی 2 x n به توان منفی 2، جمع تا آخر که میرسم بشه ax جمع a.
این میشه شکل عمومی یک پولینوم. خب ضریب اول ضریب بزرگترین، این بزرگترین حد ماست. چرا؟ چون توانش یا درجهش بزرگترین این ضریبش و این هم توانه، اما حد بزرگ و حد بعدی تا حد آخر که توان حد آخر توان متحولش صفر و فقط عدد ثابت n دارم. خب بیاید چند مثال که کار کنیم این کاملا برای ما مشخص میشه که وقتی n منفی اینجا تبدیل به یک میشه و در اینجا صفر میشه. پس پولینوم هم میتونید به شکل معیاری زده بشه. شکل معیاریش اینه که از بزرگترین درجه در شکل کمترین درجه پولینوم ما مرتب بشه و n بشه ضریب بزرگترین حد و n هم همچنان بشه بزرگترین درجه یا توان از اون متحول. خب وقتی چند مثال کار کنیم این پولینوم ها و انوانش یا تشخیصش برای شما یکمی ساده‌تر بشه. خب در اینجا این باید یک عدد باشم مخالف صفر و صفر نمیتونم باشم. پس این یک شرطی که برای پولینوم ها نیشنه که این مخالف صفر باید باشم و این چون توان است اعداد مکمل باید باشم و این هم باید مساوی با چی باشه؟ با اعداد مکمل، اعداد مکمل مساوی. خب این شرط های عمومی که برای پولینوم ها ذکر کرده بودیم که اینجا برای تو نیشنه کردیم و در اینجور که شما دقت کنید یا متحول ماست x ها متحول ما هست و an an منفی 1 an منفی 2 تا sf یا که اصلا ضرایب او متحول های ماست، ضرایب متحول های ماست که به شکل a ما میشه. خب این از نوع اول افاده هست. خب بخواهیم که نوع دوم افاده های درش نبیرم بشناسیم. پس نوع اول فرده انجابی پولینوم بود که شکل معیاریش رو داشته کردیم و تعریفش هم برایتان گفتیم و شکلش هم بست شکل معیاریش هم برایتان داشته. خب نوع دوم میشه افاده های انجابی ناطق. پس نوع شماره دو میشه افاده انجابی ناطق. خب افاده انجابی ناطق چون اگر ما بیتنیم یک افاده انجابی هم و شکل خارج قسمت دو پولینوم نوشته کنیم اون رو میگیم یعنی افاده الجبری ناطق. یعنی اگر Q یک افاده الجبری باشد اون رو به شکل بیتری نوشته کنیم T تقسیم S که T یک پولینوم باشد و S هم یک پولینوم. یعنی افاده الجبری Q را بنامه یک افاده الجبری ناطق میشناسیم، افاده الجبری ناطق. یعنی هم صورت و هم مخرج از اون کسی که افاده الجبری ناطق ما رو تشکیل میده باید چی باشه؟ باید پولینوم باشه و مشخصه اینه که اون مخرج یک وقت نمیتونه صفر باشه و S مخالف صفر. پس در تعریف از این نشان میکنیم اگر افاده الجبری را بتوان به عنوان خارج قسمت دو افاده پولینومی تبدیل کرد آن را یک افاده الجبری ناطق میگویند. خب این تعریفی که ما برای افاده الجبری ناطق ارائه میکنیم و میتونیم مثال بزنیم که مثال مختلف براتون بزنیم و شما مثال را در نظر بگیرید. فرض کنیم دو افاده الجبری برای ما دونه یکی سه منفی x برای x مربع. خب این یک افاده الجبری ناطقه به خاطر که صورت از این هم یک پولینوم و مخرج از این هم یک پولینوم. به خاطر که سه منفی x میشه یک پولینوم و مخرج
عاجز اون کس نیست و قبلا خودش هم یک اینطوری من مثال مختلفی میتونیم بزنیم. مثال دیگه هم باز بگه x مربع، فرض کنیم x مربع منفی یکی بر x مربع، این خودش یک افاده پولینومیه، یک افاده از جمعه ناتو که این میتونیم بر شکل خارج قسمت دو پولینوم دیگه نمیشه. خب شماره 3 یا نوع 3 به افاده از جمعه، افاده از جمعه خیلی ناتو، افاده از جمعه خیلی ناتو افاده هایی هسته که اون را نمیتونید به شکل یک خارج قسمت دو پولینوم نوشته کنید. خب که باز مثال مختلف را برش کار میکنیم، پس شماره 3 نوشته کنید، شماره 3 نوشته کنید افاده های عجبی غیرات، افاده های عجبی غیرات برخلاف از یا نمیتونید به شکل خارج قسمت نوشته کنید. پس شماره 3 افاده های الجبری غیر ناطق. خب افاده الجبری غیر ناطق برخلاف ناطق به شکل خارج قسمت دو پولینوم نمیشه یا تبدیل نمیشود، یعنی یا نمیتونه به شکل خارج قسمت دو پولینوم نوشته کنیم. مثال فرض کنیم جذر مربع xy، جذر مربع xy به خاطر که خود از این اصلا پولینوم نیستن و شما میگنید که هم متعلقات تحت جذر پس نمیستن پولینوم باشن، یا مثال دیگه فرض کنیم یک برموی جذر مربع x2 جمع پنج. خب صورت یک پولینوم هست اما مخرج x مربع جمع پنج کل از این تحت جذر باشه یک پولینوم نیست، پس نمیتونه یک افاده الجبری چی باشه؟ ناطق باشه. خود از این پولینوم نیست، یادتون میاد در شرایط پولینوم گفتیم که ممکن تعلیق تحت جذر باشه، توان منفی یا توان اشاری نداشته باشه که در اینجا اون شرط ها رعایت نشده، یا فرض کنیم جذر مربع x، جذر مربع x بر روی 3x منفی دو. خب بیان یک افاده الجبری غیر ناطق، چرا؟ بخاطر اینکه صورت زیاد پولینوم نیست. اگه صورت هم یک پولینوم باشه مخرج هم یک پولینوم، اون یک که خارج قسمت شان میشه یک افاده الجبری ناطق، اما در این مثال های این امکان وجود نداره. خب ما تا اینجا انواع افاده الجبری رو شناختیم، پس افاده الجبری پولینوم افاده الجبری هستن که توان متحول ها عدد مکمل هستن از یک یا چند حد تشکیل شدن. افاده الجبری ناطق گفتیم افاده الجبری هست که صورت که او افاده را به شکل خارج قسمت دو پولینوم میتونه میوشته که یعنی هم صورت هم مخرج خودشون پولینوم هم. و افاده الجبری غیر ناطق افاده الجبری هست که به شکل خارج قسمت دو پولینوم نشان نمیشه، یعنی صورت یا مخرج خودشون پولینوم نیست. مثل از این مثال که مخرج که صورت یک افاده الجبری غیر ناطق پولینوم نیستن، یک برای جذر مربع x و جمع پنج باز متعامل ما تحت جذر و خود جذر مربع xy که متعامل ما تحت جذر. خب برای که درس ها خوب یاد بگیریم یک چند مثال کار میکنیم، بعد خیلی میگنیم که درس امروز خوب کامل یاد گرفتیم یا نه. خب مثال چند افاده هستن میخواییم بگیم که کدام از یا پولینوم هستن و یا کدامش پولینوم نمیشه. سوال یک، کدام افاده پولینوم و کدام افاده پولینوم نیست؟ کدام افاده پولینوم و کدام افاده پولینوم نیست؟ خب افاده های ما هستن 8 جذر مربع x، 8 جذر مربع x، 2x مربع، 2x مربع منفی 3x و 4 بر روی جذر مربع x و 6x2 منفی 3x جمع دیگر.
خب ما با توجه به اون تعریفی که از پولینوم یاد گرفتیم گفتیم که پولینوم باید توان متحول ها عدد مکمل باشن، متحول تحت جذب باشن و متحول در مخارج باشن. پس این یک پولینوم نیستن چرا که متحول ما تحت جذب این پولینوم هست بخاطر اینکه متحول تحت جذب داریم و توان از این عدد مکمل مخرج و x یا متحول تحت جذب پس یک پولینوم نیستن. 6x مربع منفی 6 جمعه توان اعداد مکمل و تحت جذب و تحت مخرج هم نداریم پس این هم یک پولینوم هست. این دو دانه پولینوم و اون دو دانه یک پولینوم نیست. خب مثال دیگه از ناطق و غیر ناطق کار کنیم. میخواییم ببینیم که کدام یک اسم متحول و غیر فاده ناطق یا کدامشون غیر ناطق. پس شماره دو کدام ناطق و کدام غیر ناطق هست. خب افاده های ما x منفی 3x منفی جزم مانده 3x منفی یک برای جزم مانده x 3x2 منفی یک برای 6x جمع 3 6x2 منفی یک 7x برای جزم مانده x و 6x2 منفی یک من منفی 3x بر واحد. خب میخواییم بگنیم که کدام یک از پولینوم ها ناطق و کدامش غیر ناطق. خب شماره اول ببینیم که پولینوم ما چه افاده ما تحت متحولش تحت جذب پس نمیتونه پولینوم باشه. وقتی که پولینوم نباشه به شکل خارج قسمت دوگانه پولینوم هم نوشتن نمیتونه باشه پس این میشه افاده غیر ناطق. شماره دوم تحت جذب و غیر ناطق. تحت جذب مخرج من تحت جذب و پولینوم نیستن در حال که صورت ما یک من پولینوم ها پس یک شاید غیر ناطق یعنی این تبدیل با عنوان خارج قسمت دو پولینوم نشد. شماره دیگر 3x مربع منفی یک 6x جمع است صورت یک پولینوم مخرج هم یک پولینوم پس این میشه افاده الجبری ناطق. مخرج مثال بعدی 6x مربع منفی یک که اینا میتونید به شکل افاده به شکل حاصل تقسیم دو پولینوم نشته پس یک میشه ناطق. مثال بعدی باز مخرج ما یک غیر پولینوم هستن پس این هم میشه غیر ناطق. و شماره آخر که 6x مربع منفی 3xy هست این هم میتونه به شکل حاصل تقسیم دو پولینوم بشه پس این هم بشه. خب درس امروز ما شما در مورد افاده‌های الجبری و انواعش بود که سه نوع رو شناختیم پولینومی ناطق و غیر ناطق. گفتیم پولینوم افاده‌های الجبری هست که تمام مکمل داره و متحول‌هایشان تحت جذب نباشن و در مخرج نباشن. افاده الجبری ناطق رو شناختیم. گفتم ناطق او افاده هست که او رو میدنیم بر شکل تقسیم دو پولینوم میشکنیم و غیر ناطق گفتیم افاده هایی هست که به شکل تقسیم دو افاده پولینومی نمیشنند نمیشنند. خب برای که تمرینات برای که در سال خوب یاد بگیریم تمرینات شدند که صفحه 6 کتاب هست تمرینات رو حتما انجام بدیم و درس رو چند بار تکرار کنیم و مثال های خوب دقت کنید که درس تزیرتان بگم. خب تا جلسه بعدی خوب حافظ.